این برادرم خیلی سوالی لازمی دادن و گفتن که درباره همین زنها، کیبانوگی زنها در نکاح و در معرکه ها صحبت کنن که کلین آوردیم که آش و نان را پخته نمیتونن. در اصل سبب این موجود است، سرچشمش معلوم است. سرچشمه این درد از قرآن و از اسلام دور بودن پدر و مادر و فرزند هاست. امروز پدر و مادر یک ماه فقط متریال، فقط جیل و پوستک به همو عروس هم میخرد. یک ماه کامل بود نمیکند. یک ماه کامل. حاضر باز حسابی بگیم ماد داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنن و به خانه شهر روان میکنن. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزیون، یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قایده‌هاش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنن، لیکن تا این روز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهر شفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کسیت، یک ارتیس نامش گرفت، از پشت یک کسیت گفت زن مانا طلاق دادیم. میگوید فلان کسیت را در خانه بیار و تمام آواز میموند، بعد جارو با میگرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن هم میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما. پس از کجا وای کی بانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر مادر یک ماهی که بازار با بازار میگردد همان دستی دختر شگیرد نزدی دیگ نزدی تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفت است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است. دخترها باید اینا یاد گیرند. البته سبب ویرانی زندگی میشود. حضرت فاطمه دختری پیغمبری خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبری خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گویید پیش من بیاید. وقتی آمدن حضرت گفتند که همینجا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همینا به خانه علی میبریم. گفتند میلش چی بود؟ تا حونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختری پیغمبری خدا فاطمه دهرا، شفاعت کننده کلی زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، چیل کرته نه، چیل رویمال نه، ده تین کرپا و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسمت قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خراخری. وقتی میگه حضرت فاطمه را براوردن که چهره اش خشبش، میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه براوردن عروس، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درت ناسین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشتن، یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای
یک کم از بار نبردن، بلکه یک کم از عقل بردن، یک کم از فراست بردن. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درت ناصعین میگوید که فاطمه با دستش آسیا و میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید، کدام این با زبانش قرآن میخواند؟ کدام این خدمت شوهر را کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندهای ما و شما می شود. بخواهیم که فرزندهای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر را گیرند، دعای شوهر را گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید، تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشیش و به این سوال جواب دهید. در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کم بیماری سخت شود در دروازه های خود لطه سرخ می بندند که گویا پی می بندند. و می خواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پر دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه می خوانیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آیت گوش کنین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت می خوانید، تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم. ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند، اینا از اسلام ما و شما نیستند. چی لطه بستند، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطه بستند، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است. در دکانهای بازار کلان دور میگردی، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی. وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان، خارش که ماندی خار میشد. نل خودش چی قدر دارد که بالای دروازش کرد؟ او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس است، اینا یک سفسطه هستن، اینا در شما گناهگار میشین. کدامیت اگر استفاده کنید، هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماریت چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به دادی من میرسی، خودت فریاد رس هستی. بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردن؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است، من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. و این سوال من جواب دهید، اگر نماز بریده شود، نماز را از سر می خوانی و اصلاحش را به ما گویی؟ یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب می آید، گفتی همون عباره مختصر الاستناف افضل و از سر بخوانید. هر نمازی که در داخل شما مثال سهو میکنین، غلط میکنین، مثال همین گاه گاه در شما رخ دید، بهتر و خوبترش همین است که نماز از سر خونید.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های کرده شده را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را بنده اساسی بسازد و امت اساسی پیغمبری خدا بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهای نیکی که در دل شماست خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد.